امروز میخوایم شیر مخلوط ظرفشویی رو تعمیر بکنیم، سیلندر داخلی مغزی یا کارتریجش رو عوض بکنیم و مهره علمک رو تعمیر کنیم. برای اینکه مغزی رو از اینجا خارج بکنید، اول کاری که باید بکنید این قسمت لاکی اینجا رو در میارید. ممکنه برای شما قرمز آبی باشه، لاک قرمز آبی باشه. در داخل زیر دسته یه پیچ هست که الان احتمال خیلی زیاد هم داخل تصویر مشخص نباشه، ولی یک پیچ قرار داره که 90% با آچار آلن شماره 2.5 باز میشه. مثلا اینکه ممکنه پیچ گوشتی 2 سو باشه، ولی در کل بیش از 90% حالات اینه که با آچار آلن 2.5 به راحتی باز میشه. البته اگر شیر مخلوط شما رسوب گرفته و برای مدت زمان طولانی است که باز نمیشه، باز نشده، حتما حتما از آب جوش و اسپره‌های WD-40 استفاده بکنید که روان بشه. و ولی اگر دیدید هیچ حالتی نداره و خیلی جرم داره، با چند تا ضربه زیر دسته بزنید که دسته از جاش خارج بشه، که ممکنه البته مغزی رو هم بشکنه، چون مغزی اول و آخر خودش خراب شده و میخوای مغزی رو تعویض بکنه. خب همونجور که میبینید این پیچه که به شما عرض کردم پیچه شماره 2.5 با آچار آلن 2.5 باز میشه. حالا قسمت قالپاقی رو به راحتی میتونید اینجوری باز بکنید، در میاد. و این قسمت اینجا رو که این شیر مخلوط از حالت لاکی استفاده کرده ولی در کل حالت برنجی دارن و میتونید با آچار فرانسه به راحتی باز بکنید. و کارتریجش رو از جاش خارج کنید. فقط دقت داشته باشید این قسمت، من قسمت داخلی بدنه رو به شما نشون بدم. این دو تا قسمت هایی که تو خالی هستن، سوراخ تو خالی هستن، همون قسمت ورودی آب اینجاست. ولی این دو تا قسمتی که سوراخ و سوراخ توپرن، فقط یک مقداری پایین تر رفتن، محل قرارگیری این دو تا زائده اینجاست. اگر مغزی خریدید حتما دقت داشته باشید که این دو تا زائده دقیقا داخل این دو تا قسمت قرار بگیره، که اگر این اتفاق نیفته دوباره مجبورید باز بکنید و این کار انجام بدید، چون اگر درست اینجا نیفته دوباره نشتی میده. پس موقعی که میخواید نصب کنید حتما دقت داشته باشید که این دو تا زائده سر جاشون قرار بگیرن. مشخص هم هست شما وقتی اینو قرار بدید کافیه یک کم اینجوری به این سمت چپ و راست بچرخونید و احساس میکنید که کارتریج یک کم پایین تر میره و هر وقت این احساس به شما دست داد 100% داخل جای خودش قرار گرفته. برای علمک هم اگر علمک شما نشتی داره و از اینجاهاش آب میده، دقت داشته باشید که اگر بخواید مهره رو باز بکنید این قسمت انتهای شیر مخلوط رو از مهره با جدا کنید و با همدیگه بازشون نکنید، چون بیشتر وقتا من مشاهده کردم دوستان وقتی میاد این دو تا این قطعات رو همه رو با همدیگه باز میکنن و این قطعه که اینجاست رو با این قطعه اینجا جدا به هم متصل میارن و میگن که علمک خراب شده و نشتی داره. اینطور نیست، باید اول شما این قسمت از این قسمت جداست. ولی در کل اگر هر کاری کردید و خارج نمیشه و هم مجبورید همه رو با هم باز کنید مشکلی نیست، چون شما میتونید به راحتی علمک رو داخل گیره بذارید و این دو تا قسمت رو از همدیگه جدا بکنید. برای بستن باز کردن این قطعه اینجا هم از آچار آلن استفاده میکنن که من متاسفانه آچار آلن بزرگ نداشتم و به راحتی شما میتونید با آچار آلن اینو باز بکنید. اگر هم بخواید مهره اینجا رو تعویض بکنید با آچار آلن، حالا من اینجا شماره 10 دارم، بعضی وقتا شماره 8 هم هست، بستگی به مهره شما آچار آلن اینجا قرار میدید و میچرخونید. همونطور که مشاهده کردید به راحتی این از همدیگه جدا میشن
بیشتر مواقع این اورینگ اینجا خراب میشه یا اینکه اورینگای اینجا پاره میشن و خود این قطعات هم تو بازار موجوده و به راحتی میتونید اونا رو تعویض بکنید. برای جا انداختنش هم حتما از آچار آلن استفاده بکنید، ولی اگر آچار آلن ندارید شما میتونید به راحتی اگر یه دمباریک داخل قسمت داخلی بذارید، دمباری که یکم باز بکنید بچرخونید، یکم سفت میشه، ولی خب اونجوری که بخواد سفت نمیشه، ولی خب یکم سفت میشه و میگیره و نشتی نمیده. خب این از مهره علمک. دوباره شما بخواید اینو ببندید یکم به قسمت داخلی فشار میارید و مهره رو میبندید. برای قرار دادن کاتریج هم همونجور که عرض کردم باید این دوتا زائده دقیقا داخل محل قرار بگیره. خب فقط دقت داشته باشید که مهره اینجا رو هم خیلی محکم سفت بکنید، و چون اگر شل باشه دوباره مغزه از جاش در میاد و تکون میخوره و نشتی میده. پس موقع بستن دقت داشته باشید که مهره گیرنده کاتریج رو هم خیلی سفت کنید. قالپاق بالایش میذاریم. در انتها هم دسته رو میذاریم و پیچش رو میبندیم، ولی قبل از اینکه دسته رو بذارید حتما این پیچ اینجا رو بذارید که برای شما دردسر ایجاد نکنه. در انتها هم این لاکو سر جاش میذاریم. خب اینم از تعمیر شیر مخلوط و علم. همونطور که مشاهده کردید تعویض مغزی کاتریج شیر مخلوط کار آسونیه، فقط مهم اینه که آچار آلن مناسبش رو داشته باشید، آچار فرانسه داشته باشید و یک سری وسایل اولیه رو داخل خونه داشته باشید که بتونید شیر مخلوطتون رو تعویض بکنید. اگر برای شما در مورد شیر مخلوطتون مشکلی پیش اومده و یا شیر مخلوط شما جور دیگه هست، حتما تو قسمت نظرات بنویسید که من به اونا پاسخ بدم. و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک بکنید و در انتها هم خوب و خوش و سربلند و پیروز و موفق باشید و بدرود.